خب رمز جاویدان و باقی موندن کربلای ابی عبدالله و این جنگی که 1300 خورده سال ازش میگذره، امتیازش با تمام جنگهای حق یا ناحق در این عالم چیه؟ چرا موندگار شده؟ چرا ما برای کشته های بدر و حنین و احد جلسه نمیگیریم؟ به سر و سینه نمیزنیم؟ امتیازش چیه؟ چندین امتیاز داره. یک، در تمام جنگ های عالم، چه جنگ های حق چه جنگ های ناحق، رزمنده ای که به میدان جنگ میره هیچ ابهام و اجمال و تشویش خاطر و نگرانی ندارد، برای اینکه این رزمنده ای که داره میره میدان جنگ یقین دارد که این نظامی که او را اعزام کرده وظیفه داره خانواده او را تأمین کنه، با خیال راحت میره به میدان جنگ. اون مجموعه و دولت و نظامی که این رزمنده را به میدان جنگ میفرستد همون موظف است که تأمین زندگی خانوادی این رزمنده را داشته باشه. اما در کربلا انجمنی، نظامی، مجموعه ای نبود که رزمنده ای که میخواد پا به میدان بگذاره یقین کنه بعد از خودش زندگی خوبی برای زن و بچهش وجود داره، با یقین به تاریکی زندگی خانواده اش به میدان جنگ رفت. این وجه امتیاز جنگ ابی عبدالله است. دوم، دیگر از امتیازات جنگ کربلای ابی عبدالله الحسین علیه السلام الله این بود که در تمام جنگ‌های عالم تشویق و ترغیب مردمی برای رزمنده‌ها وجود داشت غیر از کربلای معلا. تشویقی نبود، ترغیبی نبود، همه میگفتن نرید، حتی به خود ابی عبدالله میگفتن نرو، حتی برادرش محمد حنفیه گفت برادر جون کوفی وفا نداره، صفا نداره، دیدی که تارو که پدرمون امیر المؤمنین را شکستن کجا میخوای بری؟ ابی عبدالله سلام الله علیه، یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر در سراسر کره زمین هیچ پناهگاه و مأوا و مسکنی نداشته باشم محال است که با یزید دست بیعت بدهم. وقتی دیگری میگه نرو، چرا میری؟ در جواب بفرماید لا والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، به خدا سوگند دست ذلت به این افراد نمیدهم و چون بردگان پا به فرار نمیگذارم. این رمز جاویدان و موندگار کربلا و جنگ 61 قمری میشه. رزمنده تشویق نمیشه. آقا در جنگ تحمیلی 8 ساله خودمون نگاه کنید، رزمندگان میخواستن از هر روستایی به جبهه اعزام بشن، اسفند دود میکردن، مردم گلاب میآوردن، شکلات به سر رزمنده میریختن، شاخ گل دستش میدادن، تشویق بود. در جنگ بعد شما ببینید تمام اهالی مدینه رزمندگان را تشویق میکردن، ترغیب میکردن
که رزمنده ها برید اجازه ندید کفار مکه نزدیک مدینه بشن. از اون طرف کفار مکه رزمنده های خودشون رو تشویق میکردن که برید مدینه رو تسخیر کنید تا ما بهتر بتونیم در برابر بتان تعظیم بکنیم. در تمام جنگ ها تشویق بوده غیر از جنگ کربلا، همه میگفتن نرو. من یادم هست در جنگ تحمیلی 8 ساله خودمون در یه شهری بودم، از دورترین روستای پشت کوه افتاده یه پیرزن آمده بود، عده از رزمنده ها میخواستن برن جبهه، یه کاسه 10 تا تخم مرغ داخلش بود. گفت غیر از این چیزی ندارم رزمنده، پاتم میبوسم. تشویق بود، اما در جنگ کربلا هیچی نبود. یقین به تاریکی آینده زن و بچه داشتن، با این وجود قدم گذاشتن به میدون. آقا در تمام جنگ ها اگر یه بچه کوچکی از شهید باقی مونده بود، مردم به او احسان میکردن، پذیرایی میکردن، تسلیتش میگفتن، دلداریش میدادن. تو همین شهر مذهبی قم یادمون هست که شهدایی که میآوردن، اگه دختر 3 ساله یه بچه 2 ساله داشت، این جوانای غیرتمند قمی اونا رو رو دوش سوار میکردن، یکی شاخ گل به این بچه میداد، یکی بیسکویت میداد. اما در کربلا بچه های ابی عبدالله را تازیانه می زدن، آیون شلاق می زدن. این رمز بود که موندگار شد و تا قیام قیامت از دلها بیرون نمیره. و امام زمان قطب دایره امکان آخرین پناهگاه بشریت می فرماید: ولأبکین علیک بدل الدموع دما، من خون برای تو گریه می کنم. جد بزرگوارم، برای پیغمبر نمیگه خون گریه می کنم، برای مصائب فاطمی زهرا سلام الله علیها که مقداد این سخن را از مرتضی شنیدم، در وقت دفن زهرا خون از کفن چکیده، برای اون خون گریه نمی کنم، اما برای ابی عبدالله امام زمان میگه خون. این چیه؟ چی بوده واقعا؟ شوخی نیست. بین دو نهر آب، اونم مهریه مادرش فاطمه زهرا، اونم به قول پیامبر گرامی اسلام، آبی که تمام وحوش و پرندگان و کفار مجازن استفاده کنن، یه جرعه آب به لبهای تشنه ابی عبدالله ندادن. این رمز مندگار بودن کربلای ابی عبدالله. آبس ابن شبیب را ببین، در روز عاشورا زره از بدنش بیرون آورد، بدن را برهنه کرد، اومد وسط میدان، الا رجلان الا رجلان، کسی هست بیاد جلو با من به جنگه؟ بازم میترسیدن. عاقبت دوره کردن، با سنگ پروندن بدن آبس را از بین بردن. مسلم ابن اوسجی چی میگه؟ میگه والله لو قد علمتو، من به خدا سوگن، به اسم جلال سوگن، قسم میخورم اگر کشته بشم ثم احیا، دوباره خدا زندم بکنه بر فرض محال، ثم احرق ثم احیا حتی 70 مره، ما فارقت که یا ابا عبدالله. این 70 باری هم که به نظر من میگه مسلم ابن اوسجه،
نمیخواد عدد بگه، کثرت را میخواد بگه. در قرآن خدای متعال میفرماید یا رسول الله اگر برای منافقین 70 بار استغفار کنی من اونا را نمیبخشم. آیا معناش اینه که اگر 80 بار استغفار کنی میبخشم؟ کثرت را میخواد بیان کنه. اینجا هم عدد منات نی. اگه به عمر دهر خدا مرا هی زنده کنه، 2 مرتبه بکشه دشمن، باز میگم یا ابا عبدالله. این رمز موندگار جنگ کربلاست. و کیف لا افعل ذلک فانما هی قصدة واحده ثم هی الکرامة التي لن قضاء لها ابدا. چرا بترسم واهمه داشته باشم در حالتی که کشته شدن یه باره، بیشتر که نیست که. چرا این جنگ از دلها بیرون نمیره؟ که انه همین امسال ابی عبدالله شهید شده. این جمعیت رو دیدید که 25 میلیون انسان پیاده، اکثرا پا برهنه. کجای عالم سراغ داری؟ آیا جوونی را شما سراغ داری بشینه پای پدرش را بوسه بده و پاهاشو بماله و گریه کنه؟ و دیدید جوونا پای زخمی را، کف پا را میبوسید با اشک چشم، گفت یا حسین این زائر تویه. چه کرده ابی عبدالله با این دلها؟ انگامی که در اون رؤیای صادقه پیغمبر گرامی اسلام فرمود یا حسین و این لک فی الجنت درجات لا تنالها الا بالشهاده. حسین جان بهش درجاتی دارد، مراتبی دارد، یک مرتبه اعلایی خدا برای تو مهیا کرده به یک شرط. شرط چیه؟ باید خون بدی، باید کشته بشی. حاضری به اون درجه اعلا برسی؟ ابی عبدالله آری حاضرم. روز عاشورا در آن میدان عشق کرد رو را جانب سلطانش. بار الها این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این رقیه، این سکینه، این ربا، این عروس دست و پا در خون خزا، این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. پس خطاب آمد زحق ای شاه اش، ای حسین، ای یک تاز راه اش، گر تو بر من عاشقی ای محترم سرنه، اینک من به تو عاشقترم. اون که بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله زیرانداز تو، لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اسخرت را هم بیا. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اسخرت، زودتر بشتا سوی داورت. سلام ما بر ابی عبدالله الحسین که امام زین العابدین در اون خطبه غرا میگه سلام بر حسینی که عزیز مرا از غفا سرشو بریدن. الله اکبر. اگر یه گوسفندی مرغی را بخوان ذبح بکنن اول آب میدن، مقادیم بدن را رو به قبله میگیرن و سر حیوان را از جلو میبرن.
اما امام سجاد میگه به فدای حسینی که با لب تشنه سرشو از قفا بریدن، شمر روی سینه ابی عبدالله نشسته بود. یه وقت امام حسین احساس کرد صندوق سینه خیلی سنگین شده، چشمها باز کردید شمر با پای چکمدار روی سینه نشسته است. راوی میگوید خنجر را بر حنجر گذاشت، هر چه فشار داد بریده نشد. من دیدم شمر ابی عبدالله را به صورت روی خاک ها برگردون و سر حسین زهرا را از قفا بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حق الحسین یا الله. پروردگارا به مقربان درگاهت، به آبرومندان در خانه‌ات ما را ببخش و بیامرز. مملکت عزیز علوی ایران، جوانان عزیز، مراکز علمی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مراجع والا مقام، در پناه امام زمان حفظ بفرما. بالنبی و آله و اجل فی فرج مولانا.